رابطی داشته باشن، هر چقدر انرژی یک حالتی بالاتر باشه، احتمال حضور ماده در اون حالت کمتره. رابطه بسیار ارزشمندی که از قانون سوم ترمودینامیک استخراج میشه، رابطه توزیع بولتزمنه. دقت بفرمایید. اگر N تعداد ذرات ماده باشه و ما برای ماده دو تا سطح بالا و پایین رو توصیف بکنیم، فقط دو سطح، سطح آب که پر انرژی تر از سطح لو و NU تعداد از ذرات ماده که در حالت پر انرژی حالت بالایی و NL تعداد ذراتی از ماده که در NL در حالت L یعنی در حالت کم انرژی قرار دارن، تعداد ذرات در حالت آب برابر است با تعداد ذرات در حالت پایین ضرب در عدد نپر به توان منفی دلتایی تقسیم بر کاتل. این رابطه رابطه بنیادی توزیع بولتزمنه که میگه ذرات در حالت دوتا تراز پر انرژی و کم انرژی با چه فراوانی تقسیم و توزیع میشن. این که این دوتا عدد ثابتن و اینم عدد ثابته بحثی توش نیست، ولی عدد ثابت نپر ما اینجا به یک توان منفی رسیده، پس هر چقدر این توان بزرگتر باشه، چون علامت منفی داره، این مجموعه کوچکتری میشه. پس هر چقدر دلتایی تغییرات انرژیایی بین دوتا حالت آب و لو سیستم بیشتر باشه، این عدد کوچکتره و احتمال بودن ذرات در حالت یو احتمال کمتری. ثابت بولتزمن که ثابت تکراریه، قبلا هم در موردش صحبت کردیم و برای همتون لحاظ عددی فاکتور کاملا شناخته شده ایه، قبلا هم حرفش رو زده بودیم. و از طرف دیگه پارامتر دیگه‌ای که اینجا برای ما واجد اهمیته که در این رابطه در مخرج ت، ت در واقع دمای محیط، هر چقدر این دما بزرگتر باشه مخرج این کسر منفی بزرگتر میشه، پس بالا رفتن دما باعث بالا رفتن تعداد ذرات در حالت یو میشه. این موضوع اصلا موضوع پیچیده‌ای نیست. بقیه فاکتورهای توی این موضوع که همون ثابت بولتزمنه که میشناسین، یکو 38 ضرب در 10 به توان منفی 23 ژول بر کلوین رو که از قبل باهاش آشنا هستین و لازم نیست که در موردش صحبت کنیم. پس در رابطه توزیع بولتزمن که اصلی ترین محصول به دست اومد از قانون سوم ترمودینامیکه، ما میتونیم به این نتیجه برسیم که نحوه چیدمان در سیستم های متفاوت با انرژی های متفاوت چقدره و بر اساس قانون سوم ترمودینامیک در دمای صفر مطلق، وقتی که این دما صفر بشه، آنتروپی تمام مواد برابر صفر میشه، چون هیچ حالت چینش دیگری، حتی این دو حالت هم براشون قابل تصور نیستن، چون وقتی این دما بر حسب کلوین صفر بشه، ما نهایتاً به یک عدد صفر خواهیم رسید و هیچ شانسی برای بودن ذرات در حالت آب وجود نداره. بر همین سیستم به یک پایداری میرسه که بهش میگن یک بلور مطلق. هرچند دسترسی به صفر مطلق غیر ممکنه، اما تا دماهای بسیار نزدیک به صفر مطلق رو ما بهش دسترسی پیدا کردیم، اما همواره محدودیت انجام این آزمایش وجود داره، چون باید به واسطه یک ماده‌ای به صفر مطلق برسیم، دقیقا شبیه گازی که در یخچال‌ها وجود دارن، که اون ماده خودش باید دمای سردتری داشته باشه و خب سردتر از صفر مطلق که به طور فلسفی وجود نداره. البته ما این نظمی رو که در قانون سوم ترمودینامیک ممکنه حاصل بشه به نحو دیگری در سیستم‌های زنده می‌بینیم. در بدن موجودات زنده هم بلورها یا کریستال های شکل میگیرن، البته نه در چنین دمای پایینی. غشا خودش یک کریستال مایع، استخوان که چیدمانی از سلول های استئوسیت بسیار منظم هستن هم یک کریستاله. البته تفاوت کریستال زنده با غیر زنده اینه که ذرات در کریستال های زنده به طور نامتناوب چیدمان دارن و به همین دلیل ما به کریستال های زنده میگیم کریستال های نامتناوب. و مفهومی رو که در
chúng ta sẽ phải lấy kim khâu để chúng ta khâu lại các bạn nhé. Chúng ta khâu cái chỗ mà bị